سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 14 ماه صبر سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 4 ماه می سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. آگاهی نداشتن پاکستان از انجام عملیات نیروی آمریکایی برای گرفتاری یا کشتن رهبر شبکه القاعده. خوشبینی ها در باره امضای پیمان راهبردی افغانستان با ایالات متحده آمریکا. با امضای موافقتنامه آشتی ملی میان گروه های حماس و الفتح. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. عملیات نیروهای آمریکایی برای گرفتاری و یا کشتن رهبر شبکه القاعده بدین آگاهی پاکستان انجام شده است. رئیس سازمان مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا میگوید بیمعان وجود داشت که پاکستانی ها از این عملیات اسامه را آگاه سازد و این مأموریت را به ناکامی روبرو سازند. در این حال یک مقام استخباراتی افغان ادعا میکند که سازمان استخبارات افغانستان در پیدا کردن مخفیگاه اسامه بن لادن در پاکستان آمریکا را کمک کرده است. چگونگی عملیات نیروهای ویژه کماندوی آمریکایی برای یافتن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان واکنش های گوناگونی را به دنبال شده است. رئیس استخبارات مرکزی آمریکا میگوید که هیچ گونه اطلاعات استخباراتی با پاکستان در میان گذاشته نشده بود، زیرا بیم آن وجود داشت که این عملیات را به ناکامی بیانجامند. ما به این نتیجه رسیدیم که هر تلاش برای کار با پاکستانی ها می تواند ماموریت ما را ناکام سازد، زیرا ممکن بود که آنان هدف های من را از این عملیات آگاه سازند. وزارت دفاع افغانستان نیز این گفته ها را دلیلی برای همکاری های سازمان استخبارات نظامی پاکستان با القاعده می داند. این معنی دیگه پی است که ISI با القاعده همکار است که ما جرأت از این نمی کنیم که اطلاعات به اختیار بگذاریم. پاکستان همیشه دروی عمل کرده، همیشه مورد اعتماد نبوده، باز هم میگم مورد اعتماد بوده. یک چیز داره که بخاطر به دست آوردن مفاد پاکستان به هر عملی که بگوی دست میزنه. در همین حال وزیر امور خارجه پاکستان این گفته های رئیس استخبارات مرکزی آمریکا را عصبانی کننده میخواند و میگوید که کشورش همواره در کار مبارزه با هراس افغانی به گونه جدی تلاش کرده است. اما شماره از آگاهان با انتقاد سخت از پاکستان را اندازی عملیات ویژه آمریکا را برای گرفتاری یا کشتن اسامه بن لادن بدون آگاهی اسلام آباد، صادق نبودن پاکستان در کار مبارزه با هراس افغانی می دانند. اگر گفته میشه که بن لادن به خاطر از اینکه این حرکت کماندوهای آمریکایی افشا نشود، احتمال بسیار قوی داره به خاطر از اینکه پاکستانی ها هیچ وقت صادق نبودند در مبارزه با تروریسم و علیه القاعده و آنچه که وعده می دادن برای امریکایی ها و برای افغانستان. از سوی دیگر یک مقام استخباراتی افغان که می خواهد نامش گرفته نشود، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که سازمان استخبارات افغانستان با درمیان گذاشتن اطلاعات کلیدی در پیدا کردن مخفیگاه اسامه بن لادن امریکا را کمک کرده است. خانه ای که اسامه بن لادن در آن کشته شد نخستین بار از سوی استخبارات افغانستان شناسایی شده بود. ما آن خانه را زیر نظارت داشتیم و به این باور رسیده بودیم که برخی از رهبران بلندپایه هراس افغانان در آنجا زندگی می کنند. در آغاز می پنداشتیم که مولوی عبدالکبیر یکی از رهبران طالبان در آنجا بود و باش دارد. این مقام افغان تاکید می ورزد که کارمندان استخبارات افغانستان که در نزدیک اردوگاه پناهجویان هاریپو در پاکستان فعالیت می کردند، برخی از فعالیت های مشکوک را در نزدیک مخفیگاه اسامه بن لادن گزارش داده بودند. در این حال اظهارات وجود دارند که اسامه بن لادن هنگامی که از سوی نیروهای ویژه آمریکایی در پاکستان کشته شد مسلح نبود. سخنگوی کاخ سفید میگوید که نیروهای ویژه آمریکایی هنگامی که برای بازداشت و یا کشتن رهبر شبکه القاعده اقدام کردند، اسامه بن لادن مقاومت کرد اما مسلح نبود. مقامات آمریکایی میگویند که در عملیات یک پسر اسامه با نام ابراهیم کشته شده است، بعد دختر وی زخم برداشتند. سخنگوی کاخ سفید میگوید که اسامه بن لادن در جریان حمله نیروهای ویژه آمریکایی بر ساختمانی در ابتاباد پاکستان مسلح نبوده است. سخنگوی کاخ سفید میافزاید برای اینکه نوار تصویری جسد بن لادن را پخش کنند یا نکنند و بررسی هایشان ادامه خواهند داد. سخنگوی کاخ سفید میگوید تصویرهای درگیری میان اسامه و نیروهای ویژه آمریکایی و جسد اسامه ترسناک هستند.
صادقانه بگویم که درباره مناسب بودن پخش تصویرهای اسامه بن لادن و پیامدهای آن درگیری برخی حساسیت هایی وجود دارد و به همین علت در حال بررسی هستیم که آیا نیاز است که آن تصاویر را پخش نماییم یا نه. در حالی که پیش از این ISI یا سازمان استخبارات پاکستان گفته بود که از ناکامی در شناسایی مخفیگاه اسامه بن لادن شرمنده است، سخنگوی کاخ سفید پاکستان را یک همکار کلیدی در کار مبارزه با هراس افغانی می‌داند. این یک رابطه مغلق اما مهم است. پاکستان یک همکار کلیدی در کار مبارزه با هراس افغانی است و همکاری آنان به گونه فوق‌العاده مفید بوده است. ما چشم برای همکاری‌های آینده نیز هستیم. مقام‌های آمریکایی می‌گویند در عملیات نیروهایشان یک پسر اسامه به نام ابراهیم کشته شد و دو دختر اسامه به نام‌های امن و مریم زخمی شدند. مقام ها می‌افزایند که در این عملیات یک زن دیگر نیز زخمی شده است. آنان می‌افزایند که دو دختر اسامه و یک زن دیگر که زخمی شدند در بازداشت نیروهای امنیتی پاکستان هستند. مقام های آمریکایی گفتند که از این خانه یک گذرنامه به دست آمده است که مربوط به عمل عبدالفتاح خردترین زن اسامه است و نیز سندهایی را از این خانه به دست آوردند. احتمال دارد که در باره فعالیت های القاعده معلومات بدهد. مقام ها گفتند هنگامی که بر مخفیگاه اسامه حمله کردند در آنجا 17 تن حضور داشتند. گفته می شود که دو مرد پاکستانی به نام های ارشد و طارق با خانواده هایشان در این ساختمان زندگی می کردند که بیشتر مسئولیت خریداری های مورد نیاز خانواده اسامه را به عهده داشتند. به خبری دستگاه استخبارات نظامی پاکستان از وجود اسامه بن لادن در منطقه نیمه نظامی این کشور توانایی های این سازمان را زیر پرسش برده است. سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که اگر استخبارات نظامی پاکستان از موقعیت خانه رهبر شبکه القاعده در نزدیک اکادمی ملی در پایتخت این کشور خبر نداشته است، پس چگونه میتواند جنگ افزارهای از این کشور را نگهداری کند؟ و میگوید که اگر پاکستان از این موضوع آگاه بوده باشد، روشن میشود که در برابر افغانستان یک بازی دوگانه داشته است. سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که سرچشمه جنگ افغانستان در بیرون از کشور است و می افزاید که جامعه جهانی باید برای نابودسازی مراکز هراس افغانان در بیرون از کشور تمرکز کند و افغانستان باید از این وضعیت به گونه‌ای درست بهره برداری کند تا جنگ به مراکز اصلی هراس افغانان کشانیده شود. یک سازمانی که در 100 متری خود اطلاع نداشته باشه که 6 سال متمادی بزرگترین دهشت‌افکن دنیا در اونجا زندگی میکنه، چطور میتونه او سلاح استراتژیک خود حفظ کنه؟ چطور دنیا مطمئن باشه که این سلاح استراتژیک در آینده به خطر مواجه نیست، این سلاح اتمی به خطر مواجه نیست؟ اگه خبر داشته واقعا یک بازی دوگانه بوده. از یک طرف امکانات بسیار وسیع از جامعه جهانی مخصوصا ایالات متحده آمریکا به نام مبارزه تروریسم، از یک طرف دیگه هستی اصلی تروریسم در قلب مرکز استخباراتی. از سوی هم سخنگوی وزارت دفاع ملی کشته شدن اسامه بن لادن را سرآغاز برای نابودی کسانی می‌داند که می‌خواهند از راه حمله‌های انتحاری و انفجارها به هدف‌هایشان برسند. سازمان استخبارات نظامی پاکستان در ترور احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور به گونه مستقیم دست داشت. احمد ضیا مسعود، معاون پیشین رئیس جمهور و برادر احمد شاه مسعود با بیان این مطلب میگوید که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به فرمان پاکستان احمد شاه مسعود را ترور کرد. در این حال شمار از بستگان احمد شاه مسعود وجود سازمان استخبارات نظامی پاکستان را یک تهدید جدی برای افغانستان و منطقه میخوانند. دو تن از تروریستان عرب که خودشان را خبرنگار معرفی کرده بودند، به روز 9 سپتامبر در سال 2001 میلادی پس از دو هفته انتظار فرصت گفتگو را با احمد شاه مسعود در یکی از پایگاه‌های نظامی وی در خواجه بهاءالدین ولایت تخار به دست آوردند. اما شاید احمد شاه مسعود هیچگاه تصور نمی‌کرد که از سوی این ظاهراً خبرنگاران کشته خواهد شد. در این حال معاون پیشین رئیس جمهور کرزی و برادر احمد شاه مسعود میگوید که پاکستان در طرح نقشه کشتن برادرش دست داشت. شخصیت عامر صاحب یک مانع بود برای نفوذ پاکستان و کشورهای همسایه در خود افغانستان. به این ترتیب کوشش کردند که عامر صاحب توسط یک سازمان تروریستی از بین ببرند.
از سوی هم شمار از بستگان و دوستان احمد شاه مسعود دولت را به بی‌پروایی در کار بررسی چگونگی کشته شدن احمد شاه مسعود متهم می کنند و نیز هشدار می دهند که هراس افغانان از سوی سازمان استخبارات نظامی پاکستان حمایت می شود. متاسفانه با مو ترتیبی که با تحقیقات عمیق صورت می گرفت یا صورت نمی گرفته یا من نمی‌دانم. استخبارات نظامی پاکستان یا ISI این دیگه تقریبا گفته می تانم که ماشینری شبکه های تروریستی در منطقه بلخواست در افغانستان توسط استخبارات نظامی پاکستان سازماندهی می شه. و تا زمانی که استخبارات نظامی پاکستان به حالت فعلیش باشه مطمئنن که نگرانی ها از ناحیه ترور، از ناحیه کشتار و اینا اعلام می آفه. درست پس از کشته شدن احمد شاه مسعود بزرگترین حمله های هراس افغانانه ای تاریخ بر برج های تجارت جهانی در نیویورک انجام شدند و القاعده به انجام این حمله ها متهم گردید. کشته شدن اسامه بن لادن به معنای پایان پشتیبانی آمریکا از افغانستان نیست. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل با آنکه کشته شدن رهبر شبکه القاعده را یک پیروزی بزرگ در کار مبارزه با هراس افغانی می‌داند، تأکید می‌ورزد که این پیروزی به معنای کاهش توجه آمریکا به افغانستان نیست. از سوی هم یک سخنگوی ارتش ایالات متحده آمریکا در افغانستان می‌گوید که کشته شدن اسامه بن لادن ضربه سخت بر روحیه شورشیان در افغانستان خواهد بود. پس از کشته شدن اسامه بن لادن گفته هایی درباره کاهش توجه ایالات متحده آمریکا به افغانستان شنیده شدند. اما سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید پیروزی که با کشته شدن اسامه بن لادن در کار مبارزه با هراس افغانی به دست آمده است به معنای کاهش توجه ایالات متحده آمریکا به افغانستان نخواهد بود. وی می‌افزاید که بیشترین قربانیان پیکاری که اسامه بن لادن پیش از حمله 11 سپتامبر 2001 میلادی آغاز کرده بود افغانان هستند. ایالات متحده آمریکا در راستای دنبال نمودن رهبران القاعده، مبارزه با هراس افغانی، همکاری با مردم افغانستان در تحکیم پایه‌های حکومتشان، تقویت نمودن نیروهای امنیتی افغان و بهبود بخشیدن به زندگی افغانان متحد خواهد بود. این یک روز عالی برای افغانستان و کشور من است، اما هنوز هم کارهای دیگری باقی مانده‌اند. از سوی هم یکی از سخنگویان ارتش ایالات متحده آمریکا در ولایت جنوبی هلمند میگوید که کشته شدن اسامه بن لادن روحیه شورشیان را در افغانستان ضعیف ساخته است. ما با شماره از ترجمانان گفتگو کردیم. آنان احساس میکنند که کشته شدن اسامه بن لادن اثرهای فوق‌العاده‌ای بر انگیزه ها و نیز بر روحیه شورشیان خواهد گذاشت. شورشیان هم‌اکنون به گونه گسترده‌ای مأیوس شده‌اند. این سخنگوی ارتش ایالات متحده آمریکا در ولایت هلمند نیز بر ادامه همکاری های کشورش با افغانستان تاکید می‌ورزد. امضای پیمان راهبردی افغانستان با ایالات متحده آمریکا از هر رهگذر به سود افغانستان است. رئیس شورای امنیت ملی با بیان مطلب میگوید حکومت افغانستان پیش شرطهایی را برای امضای این پیمان به گونه نبشته شده به حکومت آمریکا سپرده است. در این حال وزیر امور خارجه میگوید که این پیمان تنها در راستای مبارزه با هراس افغانی و مواد مخدر به امضا نخواهد رسید، بل ساختن زیربناهای اقتصادی کشور نیز از مواد مهم این پیمان است. دکتر رنگین دادفر اسفندا رئیس شورای امنیت ملی که از همکاری‌های درازمدت ایالات متحده آمریکا با افغانستان در مجلس نمایندگان سخن میزد، میگوید که تجهیز و آموزش نیروهای افغان، مصرف 80% کمک‌های جامعه جهانی از طریق بودجه دولت و همکاری‌های منطقه‌ای در کار مبارزه با هراس افغانی از پیش‌شرط‌های حکومت افغانستان برای امضای این پیمان با ایالات متحده آمریکا است. وی از کشورهای همسایه می‌خواهد که اگر با روابط درازمدت افغانستان با آمریکا مخالف هستند، دیگر بمب‌سازان و هراس افغانان را به افغانستان نفرستند. همین اکنون جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری مردم چین، فدراسیون روسیه و بعضی کشورهای دیگر نگرانی خود از حضور دراز مدت ایالات متحده آمریکا در افغانستان با ما اطلاع دارد. پیشنهاد رئیس جمهوری این است که در آینده نزدیکی با این کشورها، کشورهای منطقه، یک کنفرانس کوچکی جهت طرح دیدگاه ها و برداشت افغانستان از همکاری دراز مدت، این همکاری دراز مدت چرا
تهدیدی برای همسایه‌های افغانستان نیست. این مسئله برای مطرح. در همین حال وزیر امور خارجه بر همکاری‌های آمریکا در کار بهره برداری از منابع زیرزمینی کشور سخن می‌گوید. این بسیار مهم است که عرض کنیم برتان که تنها شما این در دیدگاه امنیتی و پایگاه نبینید. این یک جزء مهمش جزء اقتصادی است که افغانستان رو استفاده کنند و اون زیربناهای ما که به احتیاج داریم ساخته شود. از سوی هم رئیس شورای امنیتی ملی میگوید که در این پیمان درباره ایجاد پایگاه های همیشگی امریکا در افغانستان چیزی گفته نشده است. آقای اسپانتون میگوید در نشست دوم بن که بر روز 4 دسامبر سال روان برگزار خواهد شد، کمک های جامعه جهانی تا سال 2024 میلادی روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و روند گفتگوهای صلح حکومت با طالبان به بررسی گرفته خواهند شد. در همین حال شمار از نمایندگان درباره این موضوعات دیدگاه های گوناگونی دارند. شما به عنوان یک آگاه اکادمیک از مسائل حقوقی این در نظر دارید که اصطلاحات مبهم مثل لجنگه عنعنوی نمیتوانه راهبردها و راهکارهایی که تاثیر صد ساله داره بر آینده کشور تصمیم بگیره. رئیس شورای امنیت ملی لوی جرگه سنتی را درباره امضای این پیمان مشورتی می‌داند و می‌گوید که در این زمینه تا کنون از سوی حکومت افغانستان کار عملی نشده است. به گفته آقای اسپانتا پیمان راهبردی در نخست از سوی شورای وزیران بررسی می‌شود و پس از آن برای تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد.